به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. دوستان عزیز، قابل ذکر است خبری که خدمت شما تقدیم می شود نقل شده از فیسبوک دفتر مطبوعاتی دکتر عنایت الله بابر فرهمند می باشد و تیم کاری کانال جنرال انفو در این مورد کدام نظری ندارد. دفتر مطبوعاتی دکتر عنایت الله بابر فرهمند قربانی جنگ های تخار و جوزجان به خاطر امتیازگیری طرفین در پروسه صلح است. میدان جنگ با پیشبینی معاملات همین روز به ولایت شمال انتقال داده شده است. ملت شمال سالهای قبل برای جلوگیری از این دسیسه شوم قربانی های فراوان را متقبل گردید و امروز نیز به خاطر امتیازگیری های دیگر قربانی می دهند. یگانه راه حل این فاجعه اتحاد اقوام ولایت شمال است. همچنان در یک خبر دیگر، وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که قاری نظام الدین سرگروه و فرمانده کلیدی طالبان برای ولسوالی های گریزوان، بلچراغ و کوهستان ولایت فاریاب توسط نیروهای ارتش بازداشت شده است. غیرحاضری 140 نماینده مجلس نشست به نتیجه پایان یافت. شمار از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که شمار از همکارانشان دو شهروندی دارند و یا در بیرون از کشور تجارت میکنند، به همین علت کمتر به مجلس میآیند. قرار بود به روز شنبه 14 جدی مجلس نمایندگان درباره چند سند تقنینی تصمیم گیری کند، اما به علت غیرحاضری بیش از 140 تن از اعضای مجلس نشست عمومی به نتیجه پایان یافت. در نشست روز شنبه مجلس 10 تن از رئیسان کمیسیون‌های هفتگانه مجلس نیز حضور نداشتند. تصمیم گیری درباره موافقت نامه قرضه آسان میان صندوق توسعه عربستان سعودی با دولت افغانستان برای ساخت چندین جاده بزرگ به ویژه جاده حلقه کابل، رأی‌گیری درباره قانون اداره عالی تفتیش و چند مورد دیگر از آجندای اصلی نشست روز شنبه مجلس نمایندگان بود که به علت غیرحاضری اعضای مجلس از تصمیم گیری باز ماندند. شمار از اعضای مجلس میگویند که شمار از همکارانشان دو شهروندی دارند و یا در بیرون از کشور تجارت میکنند، به همین علت کمتر به مجلس میآیند. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس گفت از 248 تن از وکیل صاحبان فقط 65 تن وکیل صاحبان به تالار تشریف دارند و 183 تن از وکیل صاحبان غایب هستند. علاگل مجاهد عضو مجلس نمایندگان نیز اظهار داشت وکیل صاحبانی که دو تابعیته هستند، آنها خانه در کشورهای خارج دارند، سرمایه گذاری کردن، نصف روزشان اینجا است و دو ماه و سه ماهشان آنجا هستند. از سوی دیگر کریم عطل دبیر مجلس نمایندگان میگوید که در حدود 50 تن از اعضای مجلس نمایندگان بیشتر روزها نامه مریضی و یا رخصتی میگذارند. در همین حال شمار دیگر از اعضای مجلس هیئت اداری مجلس نمایندگان را به نقض قوانین اصول و وظایف این نهاد متهم میسازند. رمضان بشردوست یکی از این نمایندگان گفت بیش از 1 میلیون افغانی از پول مردم گرسنه، فقیر، یتیم و بیوه به جیب وکلای می رود که حاضر نیست که 3 ساعت اینجا بیاید. آریان یون نماینده دیگر نیز بیان داشت یک شمار هستند که در یک هفته 1 روز می آیند و پس به گناه دوامدار رقم می آورند. اما یک شمار وکیل صاحبان هستند که خودشان نیستند، اما حاضریشان را کسان دیگر امضا می کنند. با این همه رئیس مجلس نمایندگان به دبیران مجلس وظیفه سپرد تا نامهای غایبان دائمی مجلس را در روزهای آینده با رسانه ها در میان بگذارند و نیز بر بنیاد قانون با آنان برخورد شود. عضو پیشین کمیسیون انتخابات یونما در انتخابات ها نقش اجرایی داشتند.
انتخابات های گذشته در افغانستان به ویژه انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 با چالش های روبرو بود. یک عضو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات ادعا می کند که نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما پس از نشست بن در افغانستان به ویژه در انتخابات های پس از این نشست نقش اجرایی و تصمیم گیرنده داشته است که گونه از مداخله به شمار می رود. داوود علی نجفی رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات که بر روز پنج شنبه 12 جدید در یک نشست انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که درباره بررسی فعالیت‌های زمان ملل متحد در افغانستان برگزار شده بود سخن می‌زد، در این باره افزود ایالات متحده آمریکا عمدترین پول را برای انتخابات افغانستان پرداخت کرده است. یک بحث است که هر که نان دهد فرمان دهد. این هم سر سازمان ملل متحد تأثیر داشت و هم سر افغانستان تأثیر داشت. محمود صیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل نیست که در این نشست حضور داشت گفت قطعنامه ای را که شورای امنیت تصویب کرد در آن یک تغییری دیده می شد. در همان پاراگراف که تعریف می کند نقش یونما را در سازماندهی انتخابات افغانستان، انتخابات های گذشته در افغانستان به ویژه انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 با چالش های روبرو بود. سرانجام به دلیل این چالش ها حکومت وحدت ملی شکل گرفت. انتخابات امسال ریاست جمهوری افغانستان نیز اکنون با چالش های مشابه روبرو است. شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نتیجه نخستین انتخابات را نمی پذیرند. فرخنده زهرانادری و پیشین مجلس نمایندگان اظهار داشت. من وقت با آقای توبی لنس صحبت کردم پاسخگویی دو جانبه را مطرح کردم. یعنی ملل متحد نباید شاگرد حکومت افغانستان باشد. در این نشست اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان توبی لنزر معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز حضور داشت. من با برخی از گفته ها درباره کارکردهای سازمان ملل متحد در انتخابات موافق هستم، اما با برخی دیگر موافق نیستم. بعضی از اظهارات برای مردم افغانستان خشن بودند. برخی از اظهارات در برابر اینستیتوهایی که در 20 سال گذشته در افغانستان ساخته شدند خشن بودند و این اینستیتوها در حال حاضر سرسختانه در اینجا کار میکنند. با این همه شمار دیگر از شرکت کنندگان این نشست تاکید کردند که نقش یونما در بخش‌های بهداشت، آموزش و پرورش و دیگر بخش‌ها مؤثر بوده است. کمیسیون شکایات بیش از 8000 شکایت جدی هستند. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که 8473 شکایت ثبت شده در 31 ولایت جدی هستند و بررسی این شکایت ها بر سقف آرا اثر خواهد گذاشت. کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که دستبندی 4760 شکایت در 31 ولایت کشور پایان یافته است و گزارش های این شکایت ها به دفتر مرکزی این کمیسیون رسیده است. دبیر این کمیسیون میگوید که از میان 16500 شکایت ثبت شده 8478 شکایت جدی هستند و بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری اثر خواهند گذاشت. محمد قاسم الیاسی دبیر و سخنگوی کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در این باره اظهار داشت. کاتگوری الف یعنی 8478 شکایت را تشکیل می دهد. در واقع روی آرا شکایت های مهم است و شکایت های ب 1021 شکایتی که ما می گوییم روی اشخاص است. بر بنیاد آمارهای کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی از میان 14760 شکایتی که در 31 ولایت بررسی شدند 3011 شکایت آن جرم های انتخاباتی، 4248 شکایت تخلف های انتخاباتی، 1371 شکایت تخطی های انتخاباتی و 6679 شکایت تفاوت آرای بایومتریک با برگه های نتایج رای دهی هستند. اما گزارش های بررسی شکایت ها از سه ولایت دایکندی، غور و هلمند از بحر مشکلات در اینترنت هنوز به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل رسیدگی و شکایت های انتخاباتی نرسیدند و نهادهای ناظر نگران محدودیت زمان برای بررسی شکایت های انتخاباتی هستند.
دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما هستیم. این بود ویدیو امروزی. تا ویدیو دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.